Free Thought Lebanon and the Council of Ex-Muslims of Britain, we wanted to give 3 awards for 3 people that we feel have been so inspirational to the ex-Muslim movement, to all of us as activists. One of them, of course, is Richard Dawkins, but we'll bring him on at the end. Just want to keep him for now. The first person that we want to tell you about is the wonderful Iranian atheist Soheil Arabi. And Soheil Arabi was on death row for blasphemy, and he spent 8 years in prison under the most horrendous conditions. He was released because of international pressure, but he is now still in Iran, internally exiled. His mother has been a great advocate for him and for all political prisoners in Iran. We have a message from him from Iran. It's a 20-minute interview, but we've cut it down to 12 minutes. But we do think that he will inspire you as much as he inspires us. I'm sure he already inspires all of you. But before we show the video, we would like Mina Ahadi, who is one of our great atheists and activists and campaigners from Iran, to say a few words, if that's okay, in Farsi for Soheil, because hopefully he and his mom will see this message very soon. Thank you. من میخوام از طرف همه این جمعیتی که اینجا هستند و از طرف مردمی که برای نجات تو سهیل از اعدام فعالیت کردن به تو درود بفرستم. جمهوری اسلامی نه فقط علیه سلمان رشدی فتوا داد، بلکه علیه تعداد زیادی از آتئیست‌ها در ایران و صدها نفر را اعدام کرد. اونایی که تو ایران موندن و دارن میگن که مذهب ندارن یا اسلام رو نقد میکنن، مثل تو اسیر حکومت میشن، حکم اعدام میگیرن، ولی در عین حال شما مبارزه کردید و الان حکومت از شما میترسه، نه شما از حکومت اسلامی. مطمئنم یک روز این کابوس تمام خواهد شد و با سرنگونی حکومت اسلامی همه ما در کلن، در برلین، در لبنان، در بغداد نفس راحتی خواهیم کشید. زنده باد مبارزه شما علیه حکومت اسلامی. زنده باد سهیل عربی. مرسی. And this is Soheil's award. Mina, just as a quick summary, she said that the struggles that are taking place in Iran, the Iranian regime is now afraid of atheists and free thinkers, not the other way around. And soon we will be celebrating that freedom, not just in Tehran, but in cities across the globe. So this is for you, our beloved Soheil Arabi, for representing free thinkers and atheists across the world and for standing strong in a theocracy. Long live, as Mina said, Soheil Arabi. Just bear with us, I think it may have time in it. سهیل عربی عزیز، افتخار بزرگیه که شما رو با خودمون داریم. میخواستم اول تبریک بهتون بگم برای جایزه آزاد اندیشانی که در کنفرانس کلن آلمان بهتون اهدا شده. وضعیت خودتون و در ضمن وضعیت مادرتون که سالها برایتون تلاش کرد، خیلی شجاعانه هر دوتاتون تلاش کردین. شما 8 سال زندان بودین به خاطر بی خداییتون، به خاطر عقایدتون، به خاطر دفاع از زندانیان سیاسی دیگه و آزاداندیشی. اگر بتونین یه مقدار در این مورد به همون بگین. سلام، من خیلی خوشحالم که کنارتون هستم. ممنون از لطفتون. در مورد سوال اولتون باید بگم که آزاداندیشان، نواندیشان و حتی دگراندیشان در اینجا همه در زندان و در شکنجهگاه هستیم. فقط بعضی از شکنجهگاه ها اسمش بالاش زده، سردرش زندان، بعضی جاهاش نزده، ولی خب ما از بدو بی خدا شدنمون و نواندیش شدنمون تحت شکنجه قرار میگیریم، در خانواده، در جامعه، مدرسه، دانشگاه. و خب وقتی هم که شروع به اظهار نظر میکنیم قطعا شکنجه ها تشدید میشه و کارمون خیلی سخت‌تر میشه. و این 8 سال برای من تازگی چندانی نداشت، فقط تفاوتش این بودش که اسمش زندان بود، وگرنه از روزی که به قول مسلمان ها مرتد شدیم این شکنجه ها علیه ما شروع شده و توی زندان یک حالت رسمی تری پیدا کردش. و در مورد مادر هم خب ایشون به خاطر حمایت از من محکوم به تحمل حبس شدن و موقعی که من محکوم به اعدام شدم یک بار سکته قلبی کردن، دوباره چند روز پیش وقتی که احضارشون کردن سکته مغزی کردن. و فشار به خانواده زندانیان سیاسی تبدیل به یکی از شیوه های شکنجه شده متاسفم. واقعا متاسفم از این وضعیت و واقعا سلامای گرم ما رو برای مادرتون و خانوادهتون بفرستیم. واقعا خیلی به همه ما قوت قلب دادن، حالا در ایران داشتن فعالیت میکردن در دفاع از شما و دیگر زندانیان سیاسی. یه صحبتی که الان کردین در رابطه فشارهایی که روی خودتون بوده و روی خانوادهتون و مادرتون، این یه واقعیت برای دگراندیشان و آزاداندیشانی که تو ایران هستن. همونطوری که خودتونم گفتین خیلی شما تلاش کردین، چه تو زندان بودین و چه الانه که در تبعید هستین، که وضعیت زندانیان سیاسی و دگراندیشان و کسایی که توی زندان جمهوری اسلامی هستن و بالاخره فاش کنین و توجه جلب کنین به این وضعیت. میتونین یه مقدار در جزئیات بیشتری توضیح بدین که وضعیت زندانیان سیاسی آتئیست و دگراندیش و آزاداندیش چی هست دقیقا؟ وضعیت چطوره و شرایط چطوره برای آنهایی که هنوز هستن توی زندان؟ زندانیان سیاسی انواع گوناگونی دارن و فشارهایی هم که روی زندانیان سیاسی هستش خیلی متفاوته. یعنی مثلا شخصی که فقط قائل به اصلاحات هستش و معتقده که جمهوری اسلامی باید همین گونه اسلامی بماند، همین ترکیب رو داشته باشه، فقط یک سری اصلاحات در موردش صورت بگیره، خب هم مجازات کمتری داره، هم وضعیتش خیلی متفاوته با کسی که به طور کل با ایدئولوژی حکومت مخالف سکولار هستش و معتقده که باید قوانین این جهانی و مناسب با نیازهای روز جامعه باشه. چنین افرادی، یعنی افرادی که معتقد به دگرگونی های بنیادین هستن، شکنجه های خیلی بیشتری رو تحمل میکنن. یعنی اگر که اعدام نشن، حالا اینکه الان اعدام کردن هم سخت شده برای حکومت، به این دلیل نیست که حکومت رحم میکنه، به این دلیل که مردم پشت ما هستن، حمایتمون میکنن. وگرنه تا همین یک دهه پیش هر مرتدی اعدام میشدش به صرف اینکه اعلام میکرد دیگه مسلمان نیستش. ولی خب الان خوشبختانه حمایت های مردم و در پی اون حمایت های جهانی باعث شده که یک مقداری اوضاع بهتر بشه، ولی قطعا فشار روی یک زندانی آتئیست خیلی بیشتر از هر زندانی دیگری هست، حتی از یک قاتل بیشتر، حتی از یک اختلاسگر بیشتر، حتی از کسی که بمبگذاری کرده بیشتر. برای نمونه وقتی که من محکوم به اعدام شدم، مادرم به بازپرس گفت پسر من که آدم نکشته میخواید اعدامش کنید؟ بازپرس گفت قاتل یک نفر از مردم رو میکشه ولی پسر شما حکومت رو کشته. یعنی طرز فکر اینا اینه که کسی که داره روشنگری میکنه یک حکومتی رو داره به قهر میرسون. به همین دلیل بدترین نوع انتقام بیا به قول خودشون انتقام سخت میگیرن هست. بله درسته. یعنی خب به یه چیزی انگشت گذاشتیم که واقعیت اینه که خب این روشنگری چقدر مهمه واقعا، و واقعیت که فکر کنم دیگه جزوه یه فاکت در رابطه با جامعه ایران اینه که دگراندیشی و بیخدایی و آزاداندیشی واقعا رشد خیلی زیادی کرده اونجا. به نظرتون چرا اینطوریه؟ و نتیجهش هم خب حتما توی زندان ها میشه دید. در حکومت وحشت خیلی زیادی از روشنگری داره و به این دلیله که اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی بر مبنای مذهبه. یعنی اگر که مذهب رو از جمهوری اسلامی بگیریم، اگر که عقاید خرافی مردم رو ازش بگیریم، دیگه کسب درآمد نمیتونه بکنه. خب یک سیستم دموکراتیک میاد جاش و آخوند دیگه جایی نداره، بسیجی دیگه جایی نداره، افراد متخصص میاد. به خاطر هم اینها راز بقاشون در حفظ خرافات هستش و از روشنگری حراس خیلی زیادی دارن. اما خوشبختانه با وجود همه سختی هایی که بوده و خطرهایی که بوده، این روشنگری ها از چند نسل قبل از ما آغاز شده و خب با شبکه های اجتماعی شکوفا شد. به جرئت میتونم بگم که بیشتر از 80% از نسل جوان ما دیگه اعتقادی به این خرافات ندارن و به ندرت میبینیم کسی که به دین اعتقادی داشته باشه، به میل خودش حجاب داشته باشه، به میل خودش نماز بخونه. و مردم از حکومت دینی بیزار شدن خوشبختانه، حتی کسایی که خودشون روزگاری مذهبی بودن. و این هم به لطف شبکه‌های اجتماعی و روشنگری‌هایی که حالا دوستان انجام دادن در این سال‌ها، فداکاری‌هایی که کردن و در واقع پاشنه آشیل این حکومت آگاهی مردم هستش. هر چقدر که مردم آگاه تر بشن، کار یک حکومت خرافه محور دشوارتر خواهد شد. و آیا به همین خاطره که شما هم بالاخره به عنوان مشهورترین آتیست ایران و خب یکی از مشهورترین آتیست‌های جهان به نظرم، آیا به همین خاطره که شما با همه خطراتی که وجود داره برای چنین کاری، این کار رو هم توی زندان تحت بدترین شرایط و هم الانی که توی تبعید درونی هستیم توی ایران، این کار رو، این روشنگری رو دارین ادامه میدین؟ در روزی که آغاز به این کار کردم اسم صفحه رو گذاشتم نسلی که دیگر نمیخواهد نسل سوخته باشد، چون نسل ما و نسل‌های پیش از ما واقعا در آتش مذهب، در آتش تئوکراسی سوختن و تمام زندگی ما تحت خطر مذهب بودش. از اون روزی که به دنیا آمدیم به زود تو گوشمون شهادت نمیخوندن، اختیار مدل موی خودمون رو نداشتیم، اختیار پوشش خودمون رو نداشتیم، از حقمون خوردن به نام مذهب و ما واقعا زندگیمون سوخت. و روزی که قیام کردیم علیه این اوضاع، با خودمون گفتیم ما که سوختیم، بگذار حداقل فرزندان ما و نسل‌های پس از ما، آیندگان زندگی خوبی داشته باشند. و خوشبختانه موفق شدیم. فکر می‌کنم که ما با قلم‌هامون بر زندان، بر طناب دار، بر باتوم و چکمه‌ها غلبه کردیم. خوشبختانه نسل ما دست به دست هم داد و با تجربه نسل‌های پیشش بر این ارتجاع هزاران ساله غلبه کرد خوشبختانه. و اصلا پشیمون نیستم از اینکه 8 سال توی زندان بودم، از اینکه سلامتیمو حتی از دست دادم، به این دلیل که فکر میکنم راه آزادی رو تونستیم هموار کنیم با هم دیگه. من فقط یک قطره از این دریا بودم، ولی خوشحالم که عضو این جامعه روشنگران بودم. فکر کنم سوال بعدی ما به یه نوعی پاسخ دادین اینکه آیا میارزه برای همه درد و اذیت و آزاری که داشتین و خواهین داشت؟ بله، ما جز زنجیرهای ما هیچ برای از دست دادن نداشتیم. ما تبدیل به مردگان متحرک شده بودیم توی این جامعه. وقتی که انسان آزاد نیستش یعنی که یک زندگی واقعی نداره. وقتی که ما نمیتونیم برای خودمون تصمیم بگیریم، یک خانم نمیتونه برای پوشش خودش تصمیم بگیره، ما آقایون حتی نمیتونیم مدل ریش دلخواه خودمون رو داشته باشیم. پس ما پیش از این مرده بودیم و تلاش کردیم برای زنده شدن. خیلی ممنون سهیل عربی، واقعا ممنون از اینکه با ما صحبت کردین و مجددا تبریک میگم برای جایزه آزاداندیشی که کنفرانس Celebrating Dissent 2022. ممنون و تشکر. خیلی ممنونم. من با اجازهتون تبریک میکنم به تمام دخترای شجاعی که دارن در برابر حجاب اجباری می‌ایستن، به تمام مادرانی که پشت فرزندانشون هستن، به تمام مردمی که دارن علیه این ظلم می‌جنگن و امیدوارم به زودی از شر این ستمگران رها بشیم. خیلی ممنون از شما. Just before we go to the next award, Milad and Atiyah are collecting signatures for Soheil Arabi's mother because she has now been imprisoned for her defense of her son and other political prisoners. So they ask, please, that you sign it before you leave the conference this weekend.